مرسی، متشکرم. متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین و یک مسابقه دیگه از مجموعه دور همی را آغاز میکنیم، هر بار با یک چهره دوست داشتنی و محبوب. و امشب چه شبیه با حضور نصرالله رادش. به 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 به، خوش اومدی. قربونت برم. بچه های قدیمی که میان چه کیفی داره. اگر سلامی هست بفرمایید. خدا قوت. سلام عرض میکنم خدمت شما، حضار محترم و بینندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم. مرسی که اومدی. خواهش میکنم. امیدوارم که این اومدنمون حاصلش یه شادی قشنگ باشه. قربونت برم، حتما همینطوره. و باور میکنیم که پرهام پسر نصرالله رادشه. ماشاءالله. اندازه این بودی یه زمانی. آره، تو باغ مظفر. آره، سر با مثلا باغ مظفر یه زمانی که اصلا اینم نبود، هیچی نبود اصلا زمان ساعت. خوش اومدی. آقا از اینجا بگین که شغلتون چیه. خواهش میکنم. من شغلم سیستم‌های مخابراتی قطعات الکترونیکه. خیلی جدیدنم به جلگه بازیگرا پیوستم. به به، خوش اومدین. بله، مرسی. مرسی که اومدین. شغلتون قربان. موزیسین و اینکه آخرین پروژه سینمایی هم در خدمت آیش. به به، همه آرتیستا جمع. شما قربان، خوش اومدین. قربونت برم. بنده هم مربی بولینگ هستم. یه زمان هم همکار بودیم، یه مدت کوتاهی با هم. به به، شما مربی بولینگ. رئیس کمیته هنرمندان بودین. بله، سینما. بنده هم رئیس کمیته. چقدر عالی. بولینگ بودم. آقای ساسانی کریمی شماره یک بولینگ. بله، میدونم، ارادت دارم خدمتشون و خیلی افتخار دادی. خیلی ممنونم. وقت داشتید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. دکوراسیون طراحی داخلی ساختم. خوش اومدید. خیلی هم عالی. عرض ادب. با عرض سلام و خسته نباشید، محمد رضا چارخوا هستم، موزیسین. موزیسین. ساز تخصصی تو؟ ویولون. ویولون. و ساز شما؟ نی. 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 به، آرتیستای درجه یک همه جمع. خوش اومدی. ممنونم. مرسی. من روم نمیشه بگم ولی دارم کارگردانی میکنم با اجازهتون. چقدر عالی. خواهرزاده آقای دکتر اکبر عالمی، خدا بیامرزه. عزیز دلم. خوش اومدی. اینقدر برا من عزیز بود این انسان و اینقدر بزرگ بود این انسان و اینقدر تا ماها و ماها غمگین بودم که حد نداره. خیلی مرد بزرگ و خیلی مرد شریفی بود. روحش شاد واقعا. خیلی ممنون. مرسی. مرسی که آمدی. خیلی خوش آمدی. خیلی هم عالی. و پرهام بگو از خودت چی کار میکنی؟ والا نگو اصلا میتونم بگم. ولی ما توی حوزه حرکت و فرم هستیم الان چندین سالی که من اینو دنبال میکنم. چقدر خوب. در واقع اجرای بدن. آها، کار فرم کلن. کار فرم و بدن. چقدر عالی. کلن دغدغم بوده از کودکی تا به حال. چقدر عالی. بعدم هنوز هم دنبال میکنم با عزتون. چقدر عالی. حالا وقت داشتین کاراشون یه. آره حتما. خوشتون میاد. خوش اومدین. خوش اومدین. من ظاهرم همیشه شیطون میزده، عصبانیت های شدید ولی اصلا نه عمیق. بسیار خوشقلب، بسیار مهربون، واقعا یه دوست ارزشمند، یه دوست صادق، بسیار دوست داشتنی، جز کسانی که همه جوری میشه روش حساب کرد. آقای رادش همه جا خوش میگذره. من اول طرفدارش بودم. آقای رادش یه مرد خیلی با دل شیشه‌ای و زلال، مهربون. آقای رادش نوستالژی بچهای دهه 60. دور اولو برگزار کنیم ببینیم چه خبره کلا و بعد گپ میزنیم. هر جا فلش ایستاد از ایشان اولین سوال رو
میپرسم از موزیسین عزیزمون. حاضرین؟ استرس دارین؟ من نه. استرس که شما که اصلا شما اصل شما که ابدا شما هم که استرس چی هست؟ هیچ نه بب سوال پروتئین کدام مورد بیشتره؟ تخم مرغ یا فیله مرغ؟ فیله مرغ. فیله مرغ؟ بله. عبور کنم؟ بلندتر میشه. اونها پروتئین کدام اینها رو به رو فیله مرغ پروتئینش بیشتره یا تخم مرغ؟ ببخشید تخم مرغ. چرا یه ها عوض شد؟ چون خودم میخورم میدونم که قویه. کسی چیزی گفت؟ نه کسی چیزی گفت. تخم مرغ. کی گفت؟ ما نبود. تخم مرغ. از تماشاگرها نمیگن هیچ چون نخیر. عبور کنم؟ عبور کنم. بله درسته. خب استاد سوال، این گفتار متعلق به رهبر جنبش استقلال کوباست. وقتی یک انسان سیلی میخورد باید همه ی انسانها درد آن را حس کنند. عجب جمله از بالادار یا خوزه مارتی، یکی از رهبران جنبش استقلال کوباست. خوزه مارتی باید بشه. خوزه مارتی. عبور کنم؟ بله درسته. سوال، فیلم آشوب 1985 مربوط به کدام سینماست؟ ژاپن، فرانسه؟ ژاپن. چی؟ ژاپن. یه چی؟ اصلا از اینقدر متین و موقر نشسته بود از اول، الان دیدم که اصلا تقلب رسوند. اینجوریه تیمه؟ تیمت اینجوریه؟ نه میخوای فرانسه رو بگم؟ فرمودن ژاپن. ایشون فرمود، ولی اگه میخواین فرانسه رو بگم. به نظرت کدومه؟ دلت چی میگه؟ دلت فرانسه. فرانسه. ژاپن. آهان همه تو کار تقلب بنده فقط شما نیستین. نباید بگین میسوزه. ژاپن. ژاپن. عبور کنم؟ عبور. بله درسته. از آثار معروف کوروساواست. کوروساوا. آشوب. آکیرو. سوال، به به موزیسین عزیز، چرا لیمو شیرین پس از مدتی تلخ میشه؟ به دلیل وجود ماده‌ای به نام نارنجین و لیمونینه یا به دلیل اکسید شدن این دو ماده است؟ فکر کنم مورد دو باشه. یعنی به دلیل اکسید شدن. بله درست. چون این دو ماده در حالت عادی تلخ نیست عزیز دلم. سوال، قطعه مشهور گریه لیلی از آثار کدام موسیقیدان است؟ اسدالله ملک جواد معروفی. استاد اسدالله ملک. مطمئنین؟ بله. درست میگن؟ بله. بله درسته. بله درست. اولین اشتباهتین جان. اولین اشتباهتین. نه نه بابا، اصلا اینقدر خودم میگم همه رو بهت خودم اون میگم. اون راجع به استرس یه سوالی پرسیدین. اصلا خودم بهت میگم سوال. آه عطر گلها با توجه به افزایش دمای کره زمین چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد یا کاهش مییابد؟ به نظر کاهش مییابد. عبور کنم؟ عبور کنم. بله. اصلا نگران من اینجا. سوال ببین، سوال کیه؟ سوال رادشه. در شرایط یخبندان کدام یک زودتر یخ میزنند، مردان یا زنان؟ من فکر می‌کنم مردان. این علمیه ها واقعا. من فکر می‌کنم مردان. مردان؟ عبور کنم؟ آره من فکر می‌کنم مردان زودتر یخ میزنند. چون مردان یا زنان گفتی؟ متوجه نشدم. زنان. زنان مشخصه. زنان. عبور کنم؟ بله 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 بله. دلیل علمی شو میخوای بدونی؟ آره چون منم نمیدونم. خیلی عالی. آره ولی دلیل علمی و بیولوژی مهمه که داره. دلیل علمی مهم داره. قول میدم دلیل علمی داره. مردم بیشتر لباس میپوشن. شاید بیشتر لباس میپوشن یا بیشتر میلرزن مردان و کمتر یخ میزنن. شاید هم یخ بیشتر میخورن. یخ میخورن
مردان یا فکر میکنی چیه دلیلش؟ طبع بدن خانوم ها سرد. طبع خانوم ها فرمودن سرده. طب سنتی بیشتر سرد در طب سنتی. کار عطاری هم میکنه. آره آره دیگه عین اینکه موسیقی میسازه دمنوش هم میخوره. آره واقعا طبع خانوم ها سردتر از مردانه. همشون الان دلایل علمیشو فهمیدیم. آره حسن این مسابقه اینه. من چرا دلایل علمیشو نمیدونستم اینقدر قشنگ و قاطع جواب دادم؟ آره خیلی خوب گفتی. دلم گفت بگو زنم. آره گفت. سوال در تهرانه. در تهرانه؟ بله. عبور کنم؟ بله. مطمئنین؟ بله. آها خب در تهرانه که در میگم نه یه تهران نگم نه یه تهران باشه حالا شیراز که دل شما رو هم نشکنیم میگم تهران شیرازه من هم گول میزنم هم کمک میکنم نه من همچنان نظرم تهرانه تهی من میگم تو میشینم من میگم چه شیرون تهران نیست میگه تهران میگه تهران میگه تهران میگه تهران الان به نظرت شیرازه یا تهرانه؟ شیرازه؟ بله درسته بله بله رادش چه میکنی بگو اوضاع احوال چطوره حالت چطوره خدا رو شو کار کمکاری یا من فکر میکنم کمکاری کار که یه سریال داشتم خوزستان بودیم یکم هنوز دیده نشده 30 قسمت بود پس مشغولی حسابی میشه حسابی نه ولی ولی مشغول اوضاع احوال حال چطوره خدا شف رادش مجسمه های خیلی عجیب غریب و زیبایی میسازه سالهاست شما البته خیلی لطف دارید نمایشگاه گذاشتم آره نمایشگاه میگذاره با چوبه گل راست با سفال و گل و خیلی کارهای عجیبه یکم سورئاله و خاصه خیلی خاصه هنوزم مشغولی به این کارو آره اتفاقا میخوام یه 30 تا دیگه درست کنم چقدر خوب خیلی هم عالی مرسی. استاد بفرمایید که اوضاع بولینگ چطوره فدراسیون چطوره اوضاع در حال تغییره مسئولین ولی شرایط خوبی نداره متأسفانه نداره نه. از چه لحاظ از نظر سخت افزار از نظر بودجه کمه و اینها مثل همیشه صحبت نکنیم بهتره آره و چرا این ورزش میون مردم خیلی عام پسند نمیشه یا آدم ها خیلی به سراغش نمیان آدم خاصی به سراغش میان زیاد راجبش صحبت نمیشه متاسفانه باشگاه های ما نداریم مردم تو تهران به این بزرگی 14-15 میلیون جمعیت داره ما 4 تا باشگاه فعال داریم اونم 2 تاش به تازگی فعال شده درسته چند روز پیش توی مسابقه بود توی باشگاه انقلاب ما 24 تا لاین داریم قاعدتا تو هر لاین تو هر دو تا لاین که بغل همه 4 نفر بازی میکنن انقدر شرکت کننده زیاد بود رو هر دو تا لاین بجز 4 تا 6 نفر گذاشته بودن ولی باز یه سری متأسفانه نتونستن مسابقه برگزار کنن یکی از مسائل من فکر میکنم شاید اشتباه میکنم اینی که مردم به بولینگ به عنوان یک ورزش نگاه نمیکنن به عنوان یک تفریح نگاه میکنن آیا بولینگ یک ورزشی است که برای سلامتی بدن و ذهن به اندازه ورزش‌های دیگه مفیده بنده یه استادی دارم اهل فنلاند هستش ما یه 2 دوره رفتیم برای آموزش فنلاند تو همین سوال من از ایشون کردم گفتم خیلی هم میگن که یه خانمی اومده بود میگفت این گردوبازیه گفتم ورزشه گفت شما یه وزنه بردار دارید به اسم حسین رضازاده بله ایشونه بیارین با این توپ حرفه‌ای که من دارم بازی میکنم یک ساعت بشینیم با هم بازی کنم نه این توپای پلاستیکی که هاسبال بهش میگن توپ حرفه‌ای که سنگینه آره خودتونم بازی کردین بله یک ساعت بیاد بشینیم با هم بازی کنه 200 متر ماشینش اونورتر پارک بکنه ببینم میتونه به ماشینش برسه تمام عضلات بدن رو باید درگیره توی ورزش یعنی شما وزن خودت با اون وزن اون توپ با سرعت میای یهو روی یه پا استاپ میکنی که توپ بخوای رها بکنی درسته اینه که یه ورزشه بله فکری و قدرتی و قدرتی و شما بهتر میدونین اسنوکر هم همینطوره یعنی مردم فکر میکنن تفریحه ولی شما نزدیک 11 تا 13 کیلومتر راه میرین دور میز ها همین راه فقط آره تا 11 کیلومتر راه میره بعد همه جا رو این دوتا ورزش به کار میگیره تقریبا و ذهنو چه آرامشی میده و چه تمرکزی میاره نیست. ولی به نظر نمیاد یعنی همه این اسنوکر رو یه تفریح میدونن که خیلی چیزا اینجوری آقای مدیر مثلا یکی از اینا ورزش یوگاه
بله. شما وقتی نگاه میکنین اکثرا کسی یوگا میکنه خب نمیشین میگه نشسته یه جا اینجوری، ولی همون قائم نشستنش بله خیلی فشار به عضلات عشق تو در میاره. این دوتا حرکت سادش بعد زمانی خیلی فشار زیاد میشه، اصلا خیلی هاش تو چند ثانیه هم فشار میاد، میبینی اصلا نمیتونی. یعنی یه ورزشکاره، حالا اسم نبریم، میگی ورزشکار فلان که بهشون بر بخوره که اینقدر تحرک میکنه، بعد مثلا دوتا حرکت ساده یوگا رو مثلا میدی میبینی نمیتونه، میگه اصلا کمرم ترکی. آره درست برید گردنم. آره بعضی ورزش ها به نظر نمیاد ولی من. واقعا ورزشن بسیار عالی. تا آدم سرزبون دار هستن تا من میام میگن یالا حالا اینا رو بگی تیکه بگم بابا چی یعنی چی حالا اینا رو بگی، برای چی باید من حالا کسی رو بگیرم؟ نمیدونم الان ها شاید کمتر، ولی قبلا همه فکر میکنن من خیلی مدعی ام و خیلی فکر میکنم مثلا حالا اینو اونو میگیرم و شاید. نه من اصلا اینجور نیستم. ببینیم کجا وای میسته این فلش. به من بیا. سوال: بزرگترین بیابان داغ جهان چه نام داره؟ داغ‌ترین نه، بزرگترین بیابان داغ جهان. بین دو تا گزینه شک دارم، یا یا همین کویر لوت خودمون، اون داغ‌ترینه. داغ‌ترینه. نوادا. خب نوادا. نوادا یا صحرای سینا. جان تو چی؟ من صحبتی ندارم. دلت چی میگه؟ دلت نوادا. دلت چی میگه؟ دل متقلبت چی میگه؟ دل متقلبم میگه نوادا. نوادا فرمودین. دلش دلش عبور کنم؟ چاره نداره. از دست. سهارا. صحرای بزرگ افریقا. دل جان سهارا. سوال اینم که جیگر منه. خالق رمان جود گمنام کیست؟ یعنی حقیقتاً کلاً رمان نخوندم. بپرم رادش. ولی پسرت رمان نمیخونه؟ درسام خوب میخوندم در عوض. بپرم دالا یه دونه داستایوسکی بپرم دیگه. کسی ایده ای داره؟ دل جان جود گمنام. من تولستوی میخوندم بچه بودم. و کسی چی شد که دیگه نخوندی؟ یعنی دیدی علاقه ای به رمان نداری؟ دقیقا میخونم زود مغزم خسته میشه، ولی وقتی میبینم یا صحبت میکنم یا عملی تر میشه خیلی حوصله دارم. منتها حالا از اینا بگذریم، الان بد جایی هم. چی الان؟ الان بد جایی هم. اولش چی داره؟ اولش یعنی چی؟ میگه اول حرف نویسندش. آره مثلا حالا یه ذره شاید گفتم دیگه پرهامه دیگه چه کنم؟ مثلا تامس یا توماس خوبه؟ ادیسون نیستا. تکرارش هم همون مقصی بگه ادیسون. نه مثل اون دوستمون پرسیدن نام کوچیک پاستور، گفت انستیتو. اول فامیلیش هم بگم چیکار کنم برات؟ هدو چشم چی بود؟ توماس هندرسون میتونه بگه. هندلسون؟ گفت توماس اینجوری هم کرد. توماس هندلسون. هندل؟ توماس هندلسون. هندل صدام میگه چی کار کنم؟ اب نداره خب الان آشنا میشه. توماس هانس کریستیان هندرسون. توماس هاردی. از دست. داشت اب نداره. ولی این دیگه همیشه میمونه تو ذهنمون دیگه، حسنشینه. دنبالش میکنم. خیلی هم عالی. که بزنمش. سوال. خدایا کمک کن. رادش. واحد پول کویت دیگه از آسونتر. فکر میکنی؟ دینار. بله. آخه همه کشورهای عربی واحدشون دیناره. ریال هم دارن دیگه. ریال دارن. ریال دارن. درهم دارن. آقا اون 7 تا زبون بلده، 8 تا. شوخی میکنی. آقا روسی، اسپانیایی، عربی، هندی،
هر چی بگی من اصلا یه چیز حال بمزنی آوردم. خیلی هم عالی. زبان استعداد میخواد. آقا میگه 6 ماه واقعا دیدم ازش. آره میدونم. مثلا بچندش بلده. دیدم. یعنی مثلا عربی قشنگ حرف نه مثلا میگه عربی بلده. خب بلده خب دیگه. بعد با کدوم لهجه؟ عین دیگه نگو دیگه کویتی بگم یا اماراتی بگم یا فلان بگم. در این حد. خیلی هم عالی. خیلی هم عالی. چی جان؟ میگم ایشون رو اذیت کنید دیگه. من چی کار؟ من اذیت کردم؟ من که اول اسمشو گفتم عهد و چشم اول خامش. خیلی هم ساده سالا دینار. ببین من راضی هستم. جوده واقعا ساده است. قبلی رو هم گفتم دیگه. بعد این به بعد میگم. توماس ادیسون برسم بهت میگم. قبلی رو هم گفتم دیگه. عزیز دل. قلب گروه. قلب و دل گروه. سوال. زرد سهارا میریم ما. اولین مهرداران کدام بودند؟ اولین مهرداران ماهی ها بودند. بله. مرسی. بله. ماهی ها. بله. مرسی. سوال. شعر خود شعر میگه. شعر میگه شاعر ترانه سرود. دو بیت شعر برای ما از هر داره بیشتر. شاعری که دوست داری. از خودم بگم چی؟ خوبه دیگه. از خودت چه بهتر؟ تا وقتی که رویای تو با منه میشه حال دنیا رو بهتر کنم. تب داغ مرداد همراهت بذار طعم گیلاس رو نوبر کنم. به به بسیار عالی. بسیار عالی. بسیار عالی. خیلی هم عالی. استاد سوال. آیا وارونه به ایستیم و سرمان به سمت زمین باشد غذا وارد معده میشود؟ بله. بله؟ بله. عبور کنم؟ بله. مطمئنین؟ بله. کسی اینجوری باشه؟ من خوردم اینجوری. اینجوری غذا خوردی؟ و رفته تو معده؟ من زمان خدمت جنگ شرایطم یه مدت اینجوری بود. یعنی نیمه وارونه بود و خوردم. نه دی... کامل وارونه. کامل نبودم. کامل نبودم. کامل باشه وارد معده میشه؟ بله. بله؟ بله درسته. آقا این درسته؟ چرا یه مدت اینجوری بودی؟ آخه جنگ بود، زمان جنگ بود، شرایطمون تو سنگر و اینا. آها. وارونه غذا می‌خوردی؟ نه، مثلا یه چیزی خوردم دیدم قشنگ هیچ اذیت نکرد. می‌خوای الان اگه امتحان. نه نه نه، هم فقط تعریف کنی کافیه. نه قشنگ دیدم منم اون خیلی عادی کشید برد تو. چه عجیب. نه سخت نیست. تو کامل خوردی؟ من. کجا؟ تو دیگه از جنگ بالاتر کجا بودی؟ چه گروه عجیبی، وارونه غذا میخورن، غذا میره تو معده شون. وارونه غذا خوردی؟ نه واقعا آره. امتحان کجا امتحان خوردم؟ بله. خب کجا امتحان کردی؟ خونه. خواستی ببینی میشه یا نمیشه؟ نه نه نه. میدونستن یه روزی من این سوالو میپرسم. نه رو دستام وایساده بودم. رو چی؟ رو دستام. خب خب. تام بالا بود. بعد مثلا پسر اومد یه تیتان رو داشت میدن. راویل داشت میوه میخورد. آه دیدی گفت پسرش. بعد رفت بالا. بله. پاهاش حذف کرده. چه عجیب. چه عجیب. سوال. بازیگر مرد اصلی فیلم مردی در آتش. خیلی بازیگر بزرگیه. خیلی به نظرم. آقا قدیمیه. فیلمه؟ نه خیلی. آقای شریفی ولی بازیگر خیلی گردن کلفتیه. آقای شریفی نیا. آقای شریفی نیا. فیلم خارجیه. بله. پس یه چند تا بازیگر خوب بگیم با هم ها. شما بگین. آها بگین. یعنی راحتون رو الان رو بازی میکنین. نه دانوایی. میسوزه نباید بگین. گناه داره سخته به خدا. من تو این جایگاه بودم آقای مدیر. میفهمم. عبور کنم. کسی هم نمیدونه تقلب برسونه آخه. بفهم. عبور کنم. خیلی متشکرم. از دست دادی دنزل واشنگتن. چند تا خوب میگفت. خیلی فیلم معروفشه این و دنزل چه بازیگر. سوال. درخت هلو در نقاشی چینی نماد چیست؟ دل. نمیشه با زرد گروه مشورت کنم. با زرد گروه مشورت کنی؟ نه من چیزی زرد گروه چیزی نگفتم. چی بود الان؟ زایش چاقی؟ 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 شکم قلب؟ درخت هلو در نقاشی چینی نماد شکمه و چاقی؟ نماد زایشگاهه. عبور کنم؟
حالا حداقل چیزی که من گفتم امتحان کن. من چیزی نه من با تناب این تو چاه نرو ببرو تو نم نماده چی آقا؟ خوشبختی جاودانگی خوشبختی جاودانگی اوضاع موسیقی چطوره؟ موسیقی که به خاطر کرونا کنسرت های نذره بله تحقیقه. شما کلاسیک یا ایرانی؟ من هم ایرانی زدم هم کلاسیک کلاس. سبک پاپو بله دنبانی. بله بسیار عالی بامزه اینه که هم از کلاس آقای خسروی پرت شدم بیرون هم از کلاس آقای اکبر زنجانپور لهجه من اون موقع کامل آبادانی بود من نمیتونستم بگم یعنی واقعا میخواستم برم با استاد صحبت کنم بگم من میرفتم اون برای این فیلم ها تمرین میکردم من آخرش هم میومدم میگفتم زورم رو میزنم گفتم ما آقا ببخشی ما یعنی این منه نمیچرخی فلش هر کجا که ایستاد از او خواهیم ای وا خودم میرسونم به سوال رشته کوه هندوکش در هند که نیست نزدیکه آها نزدیکه اینجا کمک میتونه بده این اینجاست یعنی نزدیکه واقعا راهنمایی نه یه نفر راهنمایی کنه یه نفر بیا یه لحظه باشید من احساس میکنم شاید آذربایجان باشه نه نشد نه اینو نگاه کن افغانستان نیست آره دیگه بله آره دیگه افغانستانه خیلی هم عالی سوال کتاب به سوی اصفهان اثره کی میخواد راهنمایی کنه هیچ کی نمیدونه یه گروه داریم که کلا با کتاب مثلا اینکه میونه خوبی آره نداره میونه خوبی نداره آره متاسفانه کمکی که میتونم بکنم اینه ایرانی نیست ایرانی نیست خب چی کار کنم دارم دستش در نکنه من هر چی فکر کسی هم نمیدونه راهنماییت کنه حالا اسم کوچیکش رو بگی شاید پیر آندر پیر آندر درست یکم نزدیک شدم نمیدونم عبور کنم آره چیزی نیست خب. هنوز امتیاز خوبا مونده آقای مدیر ما شما رو داریم ما یه بازم یه راهنمایی دیگه بگم پیر آخه گفتی دیگه چی میخوای کامل بگم اول کاملش رو بگی پیر ما فقط پیر صداش میکردیم روتی موزی ما فقط پیر موزی لوتی پیر لوتی بابا لوتی پیر لوتی آخه پیر لوتی درسته لوتی اسم خارجی لوتی آره پیر لوتی نه چه جوری بگم این کاملا ایرانیه ولی ایرانیه لوتی لوتی داره آخه پیر لوتی پیر لوتیه پیر لوتی پیر لوتی وسط چه گروهی گیر کردم امشب وای سوال من لوتی نام استخوان بزرگی که پاها را به بدن متصل می کند خیلی سوال سخت به شما می افته آره آسونه دیگه آن شیر می دونی دیگه استخوان لگن آره دیگه بله چرا اینا به تو نمیده سخت داشت می افته نه پیرلوتی سخت بود پیرلوتی سخت بود دینار خیلی خوب بود دینار رو گفت ولی آره ولی حالا لگن باید بیفته به ایشون لگن هم باید می افتاد بغل دینار آقای مدیریم نه میگم راحت ها می افته به شما لگن هم بالاخره عضو مهمیه هرچی باشه بله بله به راحتی نمیشه ازش عبور کنی بله بله لگن نباشه نمیتونیم زندگی کنیم مهمه اصلا لگن نبود الان شما چجوری میشستی؟ چجوری لباساتو میشستی؟ واقعا؟ سوال سردترین نقطه کره زمین کجاست؟ قطب شمال عبور کنم؟ راهنمایی نمیخوای؟ خب یکی پانتومین بازی کنه از بچه من هنوز تو تخم مرغ گیر کردم هنوز تو تخم مرغ درست گفتی که چطی؟ درست گفتی پروتئین تخم مرغ میشه که سردترین نقطه کره زمین همونه قطب شمال دیگه آره دیگه بیا اونجا درسته عبور کنم عبور کنم بله بله از دست دادی قطب جنوب وا خسته نباشین
خسته نباشید استاد. استاد خسته نباشید. همچین با قطعیت میگن بار کج به منزل نمیر. عاقبت تقلب. سوال. بلد بودی؟ انحرافیه. کوچکترین واحد پول زمان قاجار. متقلب ترین یعنی اصلا بی نظیری واقعا. یکم فکر کنم. فکر بفرم. کجا؟ آن در میان جمعیت. نه 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 همینجوری من داری فکر میکنی؟ نه اونجا آنتم میاد. کمک بگیرین اصلا خیلی انسانی از یاراتون کمک بگیرین. با پانتومین بگم. اگه من به پانتومین بهش بگم میتونین بگین؟ شاهی بود فکر کنم. جان شاهی از به من میرسونه. نه دارم مطمئن بشم که اگر چیزی بهش برسونید. میخواین کمک میخواین راهنمایی؟ یا که این کیه؟ این کیه؟ گوشی تو آوردی؟ شاهی؟ شاهی؟ مطمئنین؟ شاهی؟ عبور کنم؟ من قاج کوچیکه. عبور کنم؟ قیرون؟ یه چیزی خودتون بگید عبور کنم. پانتومیم قیران این میشه دیگه. قیران قیران میدونید که نباید بگید فقط باید با پانتومیم. قیران تو من اصلا دیگه حریف نیستم. قیران خیلی بده. پانتومیم قیران نمیشه. قیران قیران نمیشه. آها از قیران زشه. عبور کنم؟ با قیران عبور کنم؟ باشه. با قیران با قیران عبور کنم؟ از دست دادی. قاز قاز آه چندر قاز که میگن صد من یه قاز صد من یه قاز باشه نشدیدی چندر قاز به ما داده این چی بود شاهی قاز بود دیگه داشته قاز ادای قاز رو در میبونم برات یه اینجوری میزد این دوتا بال درست میشد سوال عضو شنای ماهی بال عضو شنای ماهی آره همین عضو مهمی که با شنا میکنه بال دوم عبور کنم بال 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 نه یکم نه بال که نه. بال نگاه کن همین نگه ببین جا دوم این داره شنا میکنه اینجوریه دیگه من رو نگاه نمیکنه دارم اینجا بال بال میزنم که پرهام بگو راهنمایی کن باله باله نمیتونم وایسم نه چرا؟ کار رو جای باریک که امیدوارم نکشه نه بابا یه بابا فرشته با فرشته شنا میکنه ماهی فرشته آقا ماله رو دیدیم خب بذار من برم باله 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 نه باله عبور کنم باله عبور کنم بله باله باله تو باله گفتم من چی کار دارن میکنن برای بچه ببین اون بالو گفت بعد من میخواستم کمکش کنم گفتم ای رو چطوری براش پانتومین بازی کنم بال ای سوال به شهر صد دروازه معروف است راهنمایی میخوای با پانتومین بدون تقلب بله خیلی سخت کی راهنمایی کنه شهر رو بلدی شک دارم از من یواشکی میپرسه به میزان تقلب از من یواشکی میپرسه ما گفتن شما یار دوازدهم ما شیراز نیست آقای مدیری اصلا هیچ کمک از اصلا دریافت شیراز نیست نه نه شیراز یه دوازده قرآن بیشتر نداره قزوینه آقای مدیری نه بوستان کیو بگیرم کدوم برو بگیر اصفهان هم که هم میخوای شهرها رو یکی یکی شروع کردم عبور کنم از دست دادی دام دیگه چه شهر این امتیاز منه اینو با کفشت یه فشار میدی بیا جدی؟ آره نه خیلی ها همجوری بذار آره. فشار تموم شد متشکرم اینا محسن چینیه چون فشاریه باید یه ذره اکتیو تر باشه الان اکتیو نیستین هنوز نه نیستیم هنوز هنوز اون رومونو ندیدین آقای مدیری کرال پشت داشتی میرفتی براش من داشتم رو مبل یه طوری شنا رو بازی که من خیس شدم آب پاشید بهت سوال لیسبون پایتخته پرتغال لیسبون پایتخت پرتغاله؟ رفته بله مشخص رفته رفتی؟ بله خوردم بیشتر نه جدی رفتی؟ نه رفت عبور کنم؟ آره درسته درسته بله بله یعنی یه دونه سوال درست جواب دادیم این بود با قاطعیت چیزی هست میخوای اینجا بگی؟
نه میخوام فقط تشکر کنم از بچه‌ها که خیلی من سفر بودم فکر نمی‌کردم جور بشه. آها بیشتر از همه هم از پرام توقع نداشتم بیاد ولی خیلی لطف کردن تشریف آوردن خیلی ممنون. متشکرم. دست شما درد نکنه که قابل دونستین همه ما رو. افتخار رادشه. دست می‌گیرم. بله. من آخه من مودن کسانی که بیان من تا اینقدر دانشمند اینقدر در این حد نبودن حد نداشتم دانششون در این حد نبود اونم تو همه حوزه ها بله بله, بله. امتیازی که من اینجا میبینم تا این مرحله خوب بوده بد نیست عالی بوده افتضاحه این چیزی که اینجا سلام قرص آنتی بیوتی خوردم صبورم گفتن چقدر این آقای رودش متینه چقدر صبوره صداش در نمیاد هر اتفاقی میفته نمیدونستن که مال این قرص هست فلش کجا میسته و اولین سوال از سوال شاتوبریان شاعر فرانسوی از پیشگامان کدام مکتب هنری بود؟ جنبش هنری ادبی و فکری در پایان قرن 18 هم. فقط صدا هواکش میاد. کمک کنم باز؟ بله. الان چه کمک کردی؟ گفتم یه چیزی. نه متوجه نشدم. هواکش. هواکش کمکم نبود. قبل میگه هواکش گفتن. کمک قبلی کمکم بود میگم چرا انقدر سکوته فقط صدا هواکش میگه کمک کردن آقا هواکش و کمک الان شده؟ نه آره یه دونه شده میگم بازم میخوای بگم نمیدونه کمک چی بوده قرن 18 هم نوازش بود آن کمک نیست همجور بی خودم نه همجور گفتم بگم دوره همین حالا ما الان خودم تو چه قرنی؟ اصلا هیچی گفتی دانشمندان رو جمع کردی فرمودی امرادش تأکید بر احساس و فردگرایی احساس میگن فلانی چقدر با احساسه چقدر چیه آدم چی حالا دیگه احساس یارو خیلی آدم چی چیه گفتی احساس اصلا رمان رمان تیک آها یه چیز نصفه میشنوی تو رسوندی؟ اون رمان سوال قبلی بود از فرهان پرسید نه نصفشو گرفت کاملش عبور کنم؟ بله گفتی الان رومانیسم تیک رومانیسم رومان رومانتیک سوخت یا خدا ای بابا از دست داد قرمز شد رومانتیک چون گفتی چون گفتی بگین واقعا میسوزه سوال یکی از مشهورترین انقراضهای بزرگ مربوط به کدام انقراض است سوالو میخوای توضیح بدم اینجوری که نگاه میکنی سوالو متوجه نشدی دقیقاً یه بار دیگه لطفا یکی از مشهورترین در دوره‌های تاریخی چیزای منقرض شدن دایناسورها عبور کنم آره دیگه عصر یخبندان عبور کنم عصر یخبندان نه نه انقراض چیا همین دایناسورها عبور کنم نه با خودتونم با خودتونم تقلب نیست میگم عبور کن نمیشه نه من نه ناراحتم که جلوتونو گرفتم برو نه ماسکه کرده بودم نه به خدا فکرم تقلب نیست عبور کنی؟ بفرمه خواهش کنم بله درسته سوال کدام مورد معادل مناسب تری برای واژه کارنگ است؟ یعنی معنیش به کی میگن کارنگ؟ چیه همه ساکتین و متین و موقر شدین یه حجرا؟ شما گفتین کارنگ مثلا نمیدونم یعنی چی؟ بذاریم بچه خودشون آنمایی کنن یه صفت خوبی نیست مثلا دورو نه دوستان کسی نمیدونم نه من که دارم
من دارم فکر میکنم مثلا راهنمایی نمیشه کنی که یه شغله یه نه میگم صفت 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 خوبی هم نیست صفت بده آره خوب نیست خوب نیست تنبل عمش تنبل تنبل نه عبور کنم از دست دادی چرب زبان وای من چقدر سخت بود بازیش کارنگ واژه چیزه سوال نخستین کسی که شعاع کره زمین را محاسبه کرد یه راهنمای ایرانی بودن یا خارجی راهنمایی کنم نه ایرانی نبوده که دانشمند ستاره شناس در سده چهارم و پنجم هجری ایرانی خوارزمی نه حاجی نصیر طوسی ردیف همینجور بگو راهنمایی میخوای بله پدر انسان شناسی و هند شناسی ابو نصر فارابی همجوری میخوای ادامه بدی؟ ابن معالی اون دوره همه یه شکل بودن نمیشه بازی کرد یه بار دیگه ابو ریحان بیرونی فکر کنم این سوزه نه. من نگفتم من میگم ابو ریحان بیرونی همینطوره بله آقا یه دوستی گفت ابو ریحان بیرونی یه برادر داره به نام ابو گیشنیز درونی یادش افتادم ابو ریحان آره سوال خودم میگیرم عشق نامه اثر کدام یک از شاعران پارسی است معروفه یعنی خیلی خیلی معروفه مثلا قرن سده پنجم سعدی صنایعی 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 عبور کنم بله 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 خیلی خوب بود سوال آقا بهشون بله و خیر دادی نه سخته آخو شانسیه دیگه یه دفعه لگن میفته به ایشون صنایعی میفته سوال یا خدا یا ببین رادش اینه آب میگه بوفالوها در کجا هستند؟ بوفالوها که نه نه سرزمین های سرخپوستی چجوری؟ بوفالویایی کمک کنم همجوار خط استواست مناطق سرزمین های گرمسی رو اینا آها و و و و گرمسی رو خوش گرمسیری اینا اونجا مال صحرایی نه نه خودمون اینجا کجاییم قاره اینا قاره اینا قاره ای که هستیم اینجا گرمسیری آسیایی و و اون دور چیچی دور چیچی هاست اینجوری اینا خاور دور اینجوری یا نیزه دارن خاور دور سرخ نه آسیایی و اون که آفریقایی آفریقا بله 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 ها یعنی یک ساعت دو جا رو باید بله بله گفتی دیگه دو جا رو گفتی گفتیم که گفتی دو جا رو گفتم اجرای مسابقه هم یک ورزشه میدونین به لحاظ فیزیکی این بولینگ من انرژی مصرف کردم الان برات صندلی ها میچرخه صندلی ها دوست داری بچرخه من نه دوست ندارم نه 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 چی میگه میگه صندلی هامون میچرخه بخواین میچرخونم سوال اولین طلای تیمی در ورزش بانوان در کدام رشته ورزشی کسب شد خوب شد در کی؟ در چه سالی؟ اصلا اولین طلای تیمی در ورزش بانوان کلا حالا یه سالشو تو بگو فکر کنم کبدی کبدی؟ بله عبور کنم؟ بله بله آقای مدیری سختش هم گفتم دیگه ببین سختش هم گفت نه واقعا همه رو داری میگی دیگه سوال چرا دانشمندان از لامپ‌هایی که نور قرمز دارند برای مشاهده طرز زندگی حشرات استفاده می‌کنند؟ یا خدا من بگم با پانتومیم بگم با پانتومیم بگم واقعا بگو آره 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 حشره نه من که فهمیدم چی میگی ولی اون نیست ولی نه
همینه همینه. دل گروه داره درست میگه. به خاطر چشماش چیه؟ چشماش ضعیف شده. آها چشماشونو ببندن. فکر کن حشرات همه اینجوری چشا بسته دانشمندان دارن روشون بررسی میکنن. آها آها الان یه دفعه متوجه شدی. این اتفاقا سوال تکراری هم بود. آره آره. به خاطر اینکه چی بود که بود؟ بعد گفت یواش. برای اینکه چشماشونو نفهمه. برای اینکه چشاشون نفهمه. اصلا جمعه. خاطر اینکه حشرات نفهمن دیگه. چیو نفهمن؟ دارن بهشون غذا میدن چیو نفهمن؟ نفهمن دارن غذا میدن چیو دارن دیگه نور قرمز رو نفهمن نفهمن؟ آقا اون یکی اونو بگیره بابا من یادم بود چی بودا جان باشه باشه با تیک پاره شد باشه بله درسته نور قرمز رو نمیبینن حشرات نور قرمز رو نمیتونن ببینن میدونستی؟ نه حشرات نمیتونن نور قرمز یعنی همشون استقلالی چی گفت حشرات تو خوب نشون دادی تو خوب نشون دادی غذا خوردن حشراتو اینجوری که حشرات آقای راداش من فکر کردم دیدی تو این رستوران مثلان همه جا رو قرمز میکنن اینا هم تو اشتها رو حشرات زیاد بخورن که اینا قشنگ آزمون نه اصلا غذا خوردن حشراتو نشون دادی من دلم برات رفت نه اشتها اینجوری کردی مثلا پشه نشست اینجوری تیریت میخوره آخر جمله‌ای که گفتی گفتی حشرات نفهمن اون بنده خدا آره گفت چون نفهمن الان ما فهمیده ایم اینجا نشستی ما که همه رو دارم به حشرات چیکار داری به خودمون بسید آی مدیری به سلامت رد شید بله خدا من اصلا اهل تقلب نیستم ولی امروز تقلب کردم به نظر من اگر تقلب نبود ما هم نبودیم این هیچکوک نبود که من میشناختم قلب این گروه یه مقدار شیطنت میکرد کمک میکرد ولی تقلب نبود تقلب نبود بچه هم تحصیل کردن من تا جایی که تونستم رسوندم از اولین سوال شروع کردم به رسوندن باور من به راستی و درستیه اگه من سعی کنم بهترین خودم باشم راضیم دورهمی جالبی شد زیاد نباید زندگی رو جدی گرفت یکی از بهترین روزهای زندگیم بود امروز خیلی عالی بود ارزش انسان ها من اینجوری فکر میکنم به اون دانشی که توی کتاب ها هست اصولا ارزش داره ولی ناجی بشر کتاب هایی که میخونه نیست فلش هر کجا که ایستاد از بره. این 80 امتیاز براتون خیلی مهمه به خوش سوالم بلند که ما بشنویم من میدونستم دقیقا این دفعه فلش دوره بارو باشه بفرمه جان داره خیر توی جیب جا میشه خیر توی خونه استفاده میشه؟ خیر اصلا اشیاه؟ خیر میوه و سبزیجات هم که نیست خیر بلند بپر خب این تکراری بود نه دیگه تکراری نیست من نفهمیدم ماشینالات هم که نیست خیر مواد غذاییه؟ خیر حیوانات نیست؟ خیر لوازم خانگیه؟ خیر همه سوالای منو بپرسید بچه‌ها مکانه؟ بله آها بعد اگه به ذهنتون رسید چیه و نگی نامی سوزیم نه فقط سوال تا آخرین نفر باید بگه یه بناه خیر میشه فکر کرد یه ذره یه سوال طلب شما تو ایرانه خیر جای معروفیه جای معروفی بله اسم شهریه بله توی قاره آسیاست خیر قاره آفریقا خیر اروپا بله توریستیه بله چیز بلند بپرس توریستیه بله نگین یه هو اسمو اسمی نگین میتونم حدسمو بگم نه میسوزین میسوزه همین الان که میدونی در قاره اروپا سوی شهره و توریستیه 400 تا شهر میتونی نام ببری آره البته راستون حالا باید برسید به این دیگه کم کم طبیعتش توریستیه خیر بناهاش توریستیه سه تا سوال شد سه تا شد؟ نه دیگه دو تا شد دو تا شد بگو من داده بناهاش توریستیه بنای توریستی داره بنای معروفی داره یعنی ببین هر کشوری توریستی بناهای معروف خودشو داره یعنی مثلا بنای خاصی نیست چجوری بگم بله یا خیر هر بنا نیست هر شهری بنا فرمودیم بنا نیست نه بنا نیست میگه بناهای توریستیش معروفه
میگم هر شهری به هر حال بناهای خودشو داره. یه سوال دیگه بپرس. ما میخوایم یه سوال دیگه بپرس. امام خدمت تاریخی زیادی داره. بله بله. شهر اصلا تاریخی فایده نداره. اسمش راحت میشه مثلا. آره بابا با دوستیم همه با جان بگو رادش. من اسم شهر بگم الان؟ نه میگه میس اگه شو باشه در اروپا شهر دیگه توریستی. ولی اون جای کجاست؟ آره تاریخی 150 تا شهر اینجوری داره. طبیعی هم نیست. به خاطر طبیعتش من گفت که نیست. نه طبیعی آخه نیست. هیچ آبشار که نیست. میتونه ورزشگاه باشه؟ نه شهر. اسم شهره. یه شهر باستانیه. سوال خوبی بوده تا من هم سوال یونان نمیشه. نه اسم نگیم. اسم نگیم. سوال فقط بعد بکنی که برسیم به سوال از کجا هستی؟ شهر تاریخی شما. نیست چرا؟ چیه؟ من شهر پرسیدم. تاریخیه؟ یعنی قدمتش زیاده؟ بله بله بله. بپرس داخل کجا هست یا نیست ها؟ داخل چه کشوری هست یا نیست؟ این منظرم گزینه خوبیه. میتونم بپرسم؟ من با بله خیر میتونم بگم. آره نمیگه بهم که چه کشوری. یعنی مثلا نه باش... مثلا بگی داخل اینجا خب، هست. خب اون شما. جایی که از اروپا خیلی سرده. فصلای دهره. مختلف داره دیگه. گرما داره سرما داره. یونان بپرس. یونان پرسیدی؟ یون اسم نمیتونه بپرسی کشور یونانه؟ توی یونانه؟ ها میتونی بگی تو یونانه؟ تو آره یونان نه پرسیدم گفتن اشتباه پرسیدم تو یونان نیست خب دیگه پرسیدم دیگه خیلی سخته آقای من استاد راهنمایی می‌کنی آره. رسیدین بیخش خب باشه به قول خودتون بیخش رسیدیم 400 تا شهر بابا از بس دو تا سوال میتونید برسید آره. با سه تا سوال نمی‌کنی میشه باز یه سری سوال یک نفر یه سوال بپرسه دیگه حالا که به اینجا رسیدیم مثلا میشه 5 تا سوال بهمون ارفاق کنید بالاخره با آقای رادش اومدید آها چون با رادش اومدید آره. 5 تا سوال مثلا ارفاق کنید بهمون یه سوال نه یه دور یه سوال بهمون بگید یکی یه دور دیگه چه کن رادش دیگه چه کن جان حالا من شروع نکنم از شما شروع کن اون کشور فوتبال قوی داره من خیلی بلد نیستم فوتبال یه سوال دیگه بگو بعد به ایران نزدیک اون کشور اروپا خیر تو بگو نه گفتن که نزدیک ایران نیست من نظرم عوض شد فرانسه نیست بله چیه بگو فرانسه نگید یهو نه جا به شهرش برج ایفله بله چیگو تو شهرش برج ایفله تام بله آره ولی دیگه تو شهرش برج ایفله اسم شهر یه سوال میخوای باز تموم شد موناکو تو شهرش برج ایفله موریتانیا نه میگم موزه است موزه من فکر کنم فکر میکنی شانزالیزه نه نه اسم شهر پاریس تو ایران پاریس دیگه هی بابا برج شانزالیزه پاریس دیگه متقلب بله بود این جواب پاریس بود بله درست گفتی رادش آره درست گفتی ما دنبال یه اسم شهریم امتیازتون خیلی رفت بالا مرسی کی میاد به ربات میشه هر رشته رو یه نفر بره ما اونجا همه رشته‌ها رو داریم موسیقی سینما سه تا ربات تصمیم بگیرید تا میریم به ربات تصمیم بگیرید که کی بره خیلی معلوم نیست با چه کسی میریم به مرحله یه ربات متشکرم با نصرالله رادش عزیز آمدیم به بخش ربات و دل گروه توی ربات نشسته اونا هم آمدن میکروفون داریم که برسونیم؟ نه میسوزه تشویق تشویق میسوزه آهان تشویق کنید بس. دل 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 آقا بیا پیش من انرژی نداریم بیا پیش من چه کاری آره واقعا خواهش میکنم عرض کنم که لول 2 داره 4 داره و 8 خب 8 جان فشانی میکنی واقعا نه اول چون... از 4 شروع کنیم نه این بهش که میگی 8 دیگه هیچی حالیش نیست نه. هیچی نیست بابا 8 امتحان کن ببین میریم به نقطه 0
خب در این حالت بگو سینما، موسیقی، هوش یا تجسمی؟ اول موسیقی. موسیقی الان تازه لول 8 شروع میشه و ببین مردم چه میکنن. رفتیم برج موسیقی. سوال گوش کنید. ویولونیست گروه همون میدونه؟ نه؟ سوال خالق این اثر کیست؟ میگم بچه ها میدونیم؟ میگن بله پیانوه. بچه ها دقت کنین سوالو. آها گزینه هم ندارم آقای مدیری. نه؟ نه هیچی. محسن جان خالق یعنی کسی که ساختش. مرسی از راه الان کمکی که گروه بد کرد این بود که دوستان هم هیچ مثل این که نظری ندارن. نه انگار که هیچ نظر خاصی. هاردی نیست. چی نیست؟ توماس هاردی نیست. میگه توماس هاردی نیست. موزارت. کمک میخوای؟ کمک نکردن دیگه. من چیزی که به ذهنم رسید بگم. دیگه چه کنم برات؟ از آهنگسازان بزرگ روسی. باخ که آلمانی بود. موزارت هم نبود درسته؟ نه قدیمی هم نیست. کالا پلانسکی. آقا تو که روسی بلدی بگو دیگه ساسو. خسته نباشی رادش. از دست دادی. راخمانینوف. راخمانینوف که آقا وزنه برداره. آفرین واقعا آفرین. کنسرتو پیانوی شماره 3 از راخمانینوف. میریم برج بعدی. میریم برج بعدی. میریم برج بعدی. نام سیاره مشخص شده در تصویر زیر چیست که علامت سوال زیرشه؟ نگین میسوزه. نمیبینیم. نپتون. نپتون؟ بله. اگه مطمئنی اهرم رو بکش. بله درسته. چرا پلوتون نبود؟ جان خب رنگ سیاره رو میشناختم. آه آبیه. بله. نپتون. بله. خیلی هم عالی. میریم به برج بعدی. انرژی نداره. انرژی نداره. سوال این تصویر کجاست؟ خیلی معروفه. این دریچه سرخه اگر اشتباه نکنم. چابهار نیست؟ نه تو ایران هم مشابهشو داریم ولی فکر کنم اگر اشتباه نکنم توی استرالیا باید باشه. میسوزه. ها من متوجه. دریاچه سرخ در استرالیا؟ فکر کنم استرالیا باشه. بعد گروهت از من میخوام که از من میخوان که بهشون برسونم. ببین چی ان ایرانه. ببین اینا چی ان. تو ایران هم مشابهشو داریم ولی خب بعید میدونم. ایران اون که ایران مشابهشه چیه؟ نمیدونم دیگه. لوکیشنش یادم نیست. کی گفت چابهار؟ چابهار هم چی چیزی داریم؟ و اسمش چیه؟ دریاچه صورتی چابهار. میگن دریاچه صورتی. صورتی در چابهار. میگی دریاچه سرخ در استرالیا. اختلافتون خیلی نیست. چرا؟ خیلی. کدومه به نظرت؟ آقا عبور کنم. این رفیق من میدونی چی میگه؟ شما شاهده دیگه. من اصلا شنا کردم. نه گفت تصویر دیدی اینجا تکون میخوره. اینو گفت آقای مدیر. گفت داره میلوله برای همین چابهاره. تصویر تکون میخوره گفت داره میلوله برای همین چابهاره. یعنی استرالیا نمیدونه. تصویر چون داره میلوله چابهاره. چابهاره. آره؟ چابهار. چون میلوله. این تکون تصویر رو میگم. چه دلیل ربطی داشت و منم یه چیزی بگو عبور کنم. بگو بگو. دلت چی میگه دلت؟ اگه هر کدوم مطمئنی اهرم رو بکش. چابهار. بله درسته. چه خبره؟ میریم برج بعدی. وای.
سوال حالا بگین بسوزه. این تصویر را به دقت تماشا کنید. مونتبلا. مرسی. دست شما در نکنه. قابل شما رو نداره. اسم فیلم خودمه. یادم رفت. دیالوگ بعدی چیه؟ من بودم. گفتی مونتبلا. بعد دست گل رو بردی به خانم گلچین چی گفتی؟ جملت چیه؟ دیگه اینا از کی بپرسم؟ یک بار دیگه نمیشه ببینیم؟ یه بار دیگه ببینیم. تو کی چجوری میخوای بگی من نمیدونم؟ خب با خوبه شما نمیدونم. خودش نمیدونه. من یه سکانس کلم بازی کردم. مبارکتون باشه. مونتبلا. مرسی. دست شما درد نکنه. اینجا اینو گفتی؟ گلو دادی چی گفتی؟ نمیدونم گفتم تقدیم به تو عشقم یه همچیزایی. گفتی تقدیم به تو عشقم؟ یه فیلم دیگر رو داری میگی؟ نه تو بگو جلو بگو دیگه با که ببرده. خب از دست دادی ببینیم. مبارکتون باشه. مونتبلا. مرسی. دست شما رو هم نکنه. قابل شما رو نداره. عزیزم امروز روز زنه. روزت مبارک. میذاشتی میمدی خونه میدادی مگه فرور میکرده؟ گفتی امروز روز زنه، روزت مبارک. روز زن و همه خانم ها مبارک. چون برنامه در تایمای مختلفی پخش میشه ما نمیدونستیم کی باید روز زن رو تبریک بگیم، ولی به هر حال روز زن به همه خانم ها مبارک. میریم برج بعدی. سوال، نام این آهنگساز چیست؟ بگین تا بسوزه. آهنگساز برجسته. داره میگه جواد رضویان نیست. این ایشون آهنگسازشونه، خودش نیست. نام ایشون یک موسیقیدان برجسته هستن تا اونجا که میدونم. آقا تصویره داره میلوله. موسیقیدانه. حالا این دوتا موسیقیدان بزرگو بگین دیگه، هم گروهی های اکتیو من. یه دونه ما نمیتونیم بگیم که. میدونم نمیتونید بگید، ولی خب تلاش کنید. کیه تو مرشتت موسیقیه بگو. چرا به اون میگی اون بگه؟ خب خودت بگو. آقا میگه تقلب دیگه. میگه آریا عظیمی نژاد. من چیکار کنم با اینا؟ این آریا عظیمی نژاده؟ احتمالاً باخ نیست. میگن شاید. فکر کنم یه الان داره به جان به ذهنم میرسه. باخ هستن ایشون. باخ مال 3 میلیون سال پیش عکس داره. نه نوشه. لهستانی است. باخه که مو کاشته. خودمو میکشم الان. یا خدا. از دست دادی. شوپن. میریم. لا اله. برج بعدی. سوال، کدام تصویر با بقیه فرق دارد؟ تصویر شماره 4. چرا؟ آره دیگه تمام شکل‌ها زاویه دارن، فقط آره شماره 4 آره زاویه ندارن. آفرین. 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 بله. دو تا برج دیگه داریم. میریم انرژیمون از بین رفت. ممکنه یه نگاه به این باکتری که زیر میکروسکوپ بکنید؟ مثل این که این میکروسکوپ درست کار نمیکنه. نه خیر، هیچ عیبی نداره، ولی من چیزی نمیبینم. نسخه خوب؟ سوال، کارگردان فیلم
چهره هاشون چجوری شد؟ خود فیلمو باید بدونی دیگه که کارگردانشو میدونی؟ یکی از فیلم‌های معروف تاریخ سینما چارلی؟ و یکی از کارگردانان بزرگ چارلی؟ تاریخ سینما. خب این میکروفون رو نزدیک‌تر کنیم. آلفرد چاد؟ هیچی دیگه هیچ. الان داری یواشکی میرسونی دیگه علنی. خب بگو. بگید دیگه، من نمیدونم چرا رو در بسید. هیچ کاک. هیچکاک؟ آلفرد هیچکاک. آلفرد هیچکاک گفت. مطمئنی؟ بله. از دست. برگمان، توت فرنگی های وحشی. یک فیلم معروف از برگمان. و برج آخر. سوال. آقای مدیر اینا رو همه رو 8 درجه 8 رفتی؟ آره. نام این تندیس چیست؟ نمیدونم حقیقتا. یه چیزی تو ذهنت هست؟ نه. چیزی تو ذهنتون هست؟ نه. چیزی تو ذهن کسی هست؟ اطلاعات عمومی فوران میکنه بین تندیس های موهای 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 دیدی؟ دیدی؟ آن میگه میدونستم. آره مدیری مکانش کجا بود؟ مکانش کجاست؟ موهای چابهار میگه در کشور شیلیه. بیا پیش من، انرژیمون از بین رفته. خیلی هم چی عالی بودین؟ خواهش میکنم، نه میدونم درجه یک بودین. نه واقعا امتیازتون بالاست، واقعا امتیازتون بالاست. نمیدونم، احتمالا دستگاهمون خرابه. میگه چرا؟ راست میگه، ولی واقعا امتیازتون خیلی بالاست. اعتراض دارم. اصلا خیلی بالاست. محبت داری شما. واقعا میگم اعتراض دارم. واقعا میگم امتیازتون بالاست. تیم قدری بود به خاطر لگنه بود، لگنه آورد بالا ما. آره. ولی درجه یک بودین. سلامت باشین، محبت با شما باشد. خیلی خوش گذشت، مرسی که اومدین. و امیدوارم بدرخشین همیشه در هر کاری که انجام میدین. ولی نه اینجوری. ولی نه اینجوری. و بهترین ها رو آرزو میکنم براتون. مرسی، مرسی از همه. متشکرم. شما و آقای روداشان تشکر میکنیم که این فرصت بود و ما تونست دوران هم جمع بشیم لذت ببریم. متشکرم. با امید دیدار. با امید دیدار. خیلی هم عالی. خیلی ممنون که بیننده ما بودید. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب بخیر. خداحافظ.